با درود به دوستان عزیز، امیدوارم حال خوب و خوشی داشته باشید و روزگار بر وفق مرادتون باشه. دوستان عزیز، ممنون که کانال یوتیوب ما رو همراهی میکنید. لطفاً کانال یوتیوب دلتا مدیا رو سابسکرایب و لایک کنید تا شما رو با جدیدترین موضوعات و سرگرمی‌های روز دنیا آشنا کنیم. امروز می‌خوایم با شما راجع به رابطه لاغری با عشق صحبت کنیم. اگه به دنبال لاغری و خوشندامی هستید، احتمالاً راه‌های مختلفی از رژیم‌های سخت غذایی گرفته تا ورزش و غیره رو امتحان کردید. این بار بیایید عشق رو امتحان کنید. به همسر یا نامزد خودتون عشق بورزید و عاشقانه زندگی کنید. حتما میگید مگه میشه با عشق و احساسم لاغر شد؟ بله، میشه. اگه میخواید با نتایج علمی پژوهشی این ادعا آشنا بشید، لطفاً این مطلب رو گوش بدید. اکسیتوسین هورمونی هستش که محققان به آن هورمون عشق میگن و معتقدن که باعث کاهش وزن بدن انسان میشه. با وجود این، تا کنون کارکردها و وظایف این هورمون به طور دقیق و کامل شناخته نشده، اما متخصصان میگن که همین هورمون با ایجاد انقباض‌های رحمی نقش مهمی در زایمان ایفا میکنه. این هورمون همچنین نقش اساسی در روابط اجتماعی افراد داره. محققان معتقدند ایجاد احساس همدردی با دیگران، گرایش به داشتن شریک زندگی و حس اعتماد از کارکردهای اکسیتوسین هستش. نتایج پژوهش جدیدی که در آمریکا مطرح شد نشون میده این هورمون باعث لاغری میشه. محققان برای رسیدن به این نتیجه موش‌های آزمایشگاهی چاق رو مورد آزمایش قرار دادن. اونها به این موش‌ها هورمون اکسیتوسین تزریق کردند و سپس به بررسی تأثیر این هورمون روی وزن و وضعیت سلامت اونها پرداختند. محققان بعد از بررسی‌ها مشاهده کردند که اکسیتوسین باعث کاهش اشتهای موش‌ها شده و تأثیر مثبتی روی فیزیک اونها گذاشته. در واقع موش‌هایی که هورمون‌های اکسیتوسین را دریافت کرده بودند کمتر غذا می‌خوردند و لاغر شده بودند. این موش‌ها به خصوص چربی‌های بیشتری را در ناحیه شکم خودشون از دست داده بودند که برای سلامت قلب و عروقشون مضر بودش. علاوه بر این، محققان معتقدند که این هورمون روی گلوکز تأثیر می‌ذاره و خطر دیابت رو کاهش میده. محققان تأکید می‌کنند که این هورمون عوارض جانبی خاصی نداره و به ویژه مشکلات قلبی، عروقی یا روحی روانی رو به وجود نمیاره. در واقع اونها امیدوارن که با این شیوه بتونن راهی برای درمان چاقی مفرط پیدا کنند. شما محققان رو به حال خودشون بذارید تا دنبال ساختن داروهای هورمونی باشن. عاشق شوید و با عشق زندگی کنید. به همسرتون عشق بورزید. مهربانی رو به زندگی خودتون بیارید. با این شیوه آرامش رو به زندگی خودتون هدیه بدید و خوش اندام بمونید. و در آخر متشکریم از اینکه کانال یوتیوب دلتا مدیا رو دیدید و با یه مطلب جدید دیگه آشنا شدید. اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید، لطفاً سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون از کانال یوتیوب ما حمایت کنید. با تشکر.